سرم دستی برون از خاک کن، اشک از رخسار حیدر پاک کن. ای تو را بد گل زشگ بود تو را، ویدای شامگاهت مستجاب، فاطمه بار دیگر یک دعا کن از درون، جان حیدر با نفس آید برون. ای سلام من به جسم و روح تو، ای فدای ای سلام من به جسم و روح تو، ای فدای آن تن مجروح تو، ای شکسته پیش من آینت، وی مدال دوستی بر سینایت، انقدر بر بغض من دامن زدن تا تو را در پیش چشم من زدن. ولی فاطمه خار غم خا، اینجا به نظر من گریه اینجا داره، اینا رو که همه رو میدونید، ولی فاطمه چی کار کنه علی؟ من پس این دلم بر نمیام فاطمه. چرا؟ خار غم زد بر وجودم نیشتر. شما میریم سر قبر عزیزت آرومتر میشی، میری میگی برم به سر بزنم دلم هواشو کرده آرومتر، ولی علی فرق میکنه. خار غم زد بر وجودم نیشتر، هرچه گفتم عقدم شد بیشتر. مردم به گریه عقده خود وا کنند، لیک افتد ز گریه عقده دیگر به کار من. فاطمه این روز از خانه کم آیم برون، مگر کمتر به قتلگاه تو افتد گذار من. خانوم شما شاهد باش که ما هر وقت اومدیم تو روزه شما هرچی داشتیم رو کردیم، برات هر وقت دیگه نذاشتیم، خودت شاهد باش. حالا اونی که تو حوصله جلسه بود منظورمونه، یه عرضی داشته باشم، فکر میکنم دیگه الان میتونم من بگم رفقایی که هستید، من دست همتون رو میبوسم. وقتی بزرگتر روزه رو میخونه، ماجرای اهلی رو دارم میگم، خودم رو نمیگم، اشتباه نکنید، ماجرای اهلی رو دارم میگم، یکی در کسفت ماجرای اهلی رو دارم میگم، در کسفت ماجرای عرب میگم، در کسفت ماجرای آصفی میگم. اگه او اجازه بده من حق دارم دوباره روزه بخونم، باید شعر بخونم، بعد بخونم اگه او اجازه بده، یا اینکه مثلا شرایط مجلس جوری باشه. اینا رو دیگه ما کمتر میبینیم، کمتر میشنویم، یهو فراموش می الان خیلی چه داره فراموش شده. باید نذاریم نا فراموش بشه. امام حسین احتیاجی به گریه تو داره نه به خوندن من، ولی اینو نگاه میکنه، میبینه که اون
بزرگتره رو چی کارش میکنی، با او چطوری رفتار میکنی، واقعا خاک بوسشی، واقعا دست بوسشی. حیف آمد وسط روز تو اوج گریت اینو نگم، حیف. ما باید یاد بگیریم شرایط مجلس یک فرق میکنه. دو زمان ایشون خودش بزرگتر دستور میده یا آقا نباید بخونی، اونجا اصلا ادب در اطاعته. ولی یه جاهای دیگه مثلا نفس آقای اهری اگه یه جای باشه، مثلا نفس منم فرض کن باشه، اصلا هیچ تناسخیتی نداره، هیچ سنخیتی نداره. خب من میتونم سینه بزنم، سینه میزنیم، بعد آخرش دور هم شد دو ختم روزه میخونیم، گریه میکنیم برای از زهرا دیگه. عمر خوش گذرد، زندگی نوح کم است. عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح ور به سختی گذرد، نیم نفس بسیار است. خب فاطمه جان، اشتیاق تو مرا می کشد از خانه برون، اشتیاق تو مرا می کشد از خانه برون، ورنه از خانه برون آمدنم دشوار است. زانوها مثلا واله میره که بخوام بیا، ولی شب آمد و به سرت آمدم، شب آمد و به سرت آمدم، برار سری نبود شرط وفا، خود روی مرا نبری به روز، لحظه شماری کنم که شب برسد به روز، لحظه شماری کنم که شب برسد، کنون که شب شده ای کاش نبودش سحری. درست شد؟ خواهم از همین بیت ببرم ات کربلا. به روز لحظه شماری کنم که شب برسد، یعنی ای کاش نشستم میگم کاش که شب بشه، شب بشه من راحت بیام کنار قبر فاطمه. این کار هر شب علیه. اون تا کربلا شام قریبان، حضرت یه نگاهی به عمه جانش کرد. به روز لحظه شماری کنم که شب برسد، حالا حضرت میگه ای کاش شب میشد، ای کاش شب میشد تمام دشت میخوابید. چرا 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 لای هممون برا هممون بمیریم. ای کاش شب میشد تمام دشت میخوابید، تا عمه هم خود را به دست گریه بسپارد. جلو بچه ها عمه گریه نمی کنه. بابا ای کاش می دیدی چگونه می دود عمه. شاید ستون خیمه را برپا نگه دارم. ای کاش شب می شد تمام دشت می خوابی، تا امنم خود را به دست گریه بسوارد. شب شد مرحوم دربندی می نویسه که حضرت زینب سلام الله علیها دیگه طاقت نیاورد، بچه ها رو که خوابو دیگه طاقت نیاورد، خودش هم خسته کنار یه خیمه نیم سوخته، یه لحظه از خستگی بیبی خوابش برد. تا چه مرحوم دربندی نوشته همچی که چشاش بسته شد مادرش اومد به خوابش، یه نگاهی کرد گفت مادر دیدی بابا چه کردن، گو عزیزم دیدم، گو دیدی با علی اکبر چه کردن،
مادر بودم دیدم، با علی اصغر، قاسم، عبدالله و همه جا بودم دیدم. پند دلم رو پاره کردی مادر، اقدر قصه نخور، همه جا با هاتونم. زینب آروم کن گو، ولی مادر جان یه جایی من بودم تو هم نبودی، دختراش نبودم، تو نبودی، هیچ نبود، من بودم و حسینم تنهای تنها. گو مادر کجا؟ من همه جا بودم. ابو کربلا کجا تو بودی که من نبودم؟ گفت سرش رو دومن من بود، باشو شونه می کردم، عرق و از رو پیشو می شمار. یاز دست بسته دیگه، جلوتر دیگه آدم باید ادب و رعایت کنه. یاز دست قاتلت خنجر بگیر، یا راه گودال بر مادر بگیر. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبد الله.